چی شد؟ پس چرا نمیاد برادرتون؟ یه چند دقیقه دیگه وایستیم میاد. آقا چند دقیقه وایستم؟ یه 3-4 دقیقه دیگه وایستیم. نه اصلا دیگه، کلی هم زمان از دست دادیم. دیدیم بیرون خودتون چقدر شلوغه، کلی از همکارتون منتظر. جلسه چند... داریم، باید به هم دوتایی با هم به موقع بیان برسین دیگه. یکم گیر کرد دیگه. حالا ما میگیم موارد دو صدا هست آخه این. اشکال نداره، من یه صدایی میشنوم، اصلاحات رو میگین بهشون، اصلاح شده شون میگین، دوتایی با هم میخونید. شروع کنید. تو که نیستی پیشم، هرچی میگم به هرکی میگم که با من بمونه میذاره میره از دل من دیوونه میشم. کافی. چی شد؟ میگیم تو که نیستی پیشم، هرچی میگم به هرکی میگم که با من بمونه میذاره میره از دل من، درسته؟ بله. همچه چیزی خوندی؟ شعر شو دوست داشتی؟ نه اصلا شعر نگید خواهش، اسم این شعر نیستش. برای چه اورشلیم گفتن؟ باشه. واقعا چی جوری؟ یعنی طرف اگر یه روز نیست میذاره میره، شما سریع به دنبال جایگزین میگردین؟ را میفتین به هرکی میگین که آقا اینجوری بیا با من باش، بعد قبول نمیکنن، شما هم دیوونه میشین؟ نه منظورم اون نیست. منظورتون چیه؟ ببینی دوستان، منظور اینه، میگه که تو که نیستی پیشم با. یعنی که آقا من تو این ایام با هر کی خواستم بمونم، به هر کی گفتم با هم بمون، ول کرد رفت، تو هم الان ول کردی رفت. این چه طالعیه که من دارم که به هر کی میگم بمون پیشم ول میکنه؟ خب چرا در صدد این که مثلا همون کسی که رفت رو برگردونه نیست، سریع به دنبال جایگزین چرا میگه؟ داره شکایت میکنه پیشش دیگه. میگه تو که نیستی پیشم، هر چی میگم به هر کی میگم که با من بمونه. خب این نمیدونم دیگه، حالا گفتم بچه ها دیگه. خیلی دقت نکردین بهش احتمالاً. حالا من دارم میگم، نه به نظرم درسته، ولی حالا شما میخواین یه سیخی میخی یه جای این ترانه بکنید. وقتی دیگه که طرف نیست، حالا که گذشته رفته، این که به شما چی میگذره و شما چی کار دارید میکنید اینا به اون ربطی نداره اتفاقا. میخواست بمونه ببینه دیگه، گذشته رفته. بنابراین باید بگیم تو که نیستی پیشم، هر چی میگم به هر کی میگم به تو ربطی نداره. واقعی اینو بخونم؟ بله. پس شما این مجوز میدی؟ بله. گذشتی رفتی دیگه، به تو ربطی نداره که. مسی نیومد؟ نیومده دیگه، نه. شما بهش بگید. تو که نیستی پیشم، هر چی میگم به هر کی میگم به تو ربطی نداره، میخواستی نری از پیش من. اینجوری بخون. میخوام این باحال میشه یا نه؟ باحال شد، یه جوری شد، یه جور همشه حس استقلال. اصلا این اورشبندی ها اینجوری هم با انگوش همه نشون میدم، من رو خودشو میخونم و میدم به ما اینا رو بخونم. نباید بپذیرین دیگه. حالا بذار ببین باحال شد فکر کنم. 3-2-1 تا که نیستی پیشم، هرچی میگم به هرکی میگم به تو ربطی نداره، میخواستی نری از پیش من. آفرین. چه باحال شد. بله. دیوونه میشم. نه دیگه، دیوونه تویی، بهش بگو. کیه؟ همونی که گوشه رفته. دیوونه با من نبود. نه. دیوونه تویی، توی خیابون تنها میمونه، دستای سرد عاشق من. خیلی خوب. تو خیابون تنها میمونه، دستای سرد و عاشقه. اولا که سرد نگین، گرم بگین، چون که وقتی طرف عاشقه پرحرارته، گرما داره، نمیتونه سرد باشه. میخواستم بذارم، گفتن شما گیر میدیم به اینا. آخه نازیک انتخابات بخشنامه اومده، گفتن خیلی سخت نگیر. بله چه شانسی داشتم. بله. برای دستای گرم و عاشقه. اما تو مصرع قبلش میگین تو خیابون تنها میمونه. نه، تو خیابون تنها نمیمونه، تو خیابون آدم‌ها هستن، آمد و شد هست، آدم‌ها وجود دارن، حضور دارن، تو بیابون تنها دیگه. و من آمد و شده بعد از ایام قرنطینه و کرونا. بعد از ساعت 6؟ بله. نه دیگه، خب اگه من آمد و شده که باید رعایت بکنید دیگه، شما هم نرید. می‌خوای من آمد و شد باشه، بعد شما بعد از ساعت 6 برید تو خیابون که شعرتون درست در بیاد، تو خیابون تنها باشین؟ نه، نداریم همچین چیزی. ولی تو بیابون تنها میمونه.
خب حالا تو خیابون شلوغ آدم نمیتونه تنها بمونه؟ چرا تنها بمونه؟ بابا آدم تو جای شلوغ هم میتونه تنها بمونه. خب شما باید معاشرت کنید، مناسبات اجتماعیتون رو گسته، از گوشی بیاین بیرون با آدم ها ارتباط برقرار کنید. انسان موجودیست اجتماعی، انسان در اجتماع زاده میشود و بزرگ میشود. چرا انسان رو نمیتونه تو جنگل زندگی کنن؟ چون نیاز به این مراودات و ارتباطات و مناسبات دارن. متوجه هستین؟ بله. شما بازنشستین؟ بله بله. نگاه نکنه خوب موندم، دوره ها سپری کردم، سرگرد شدیدم، تاریخ مدنی درس میدادم و اخیرا بهش میگن اجتماعی هم میگن. بله الان اینجوری که شما گفتیم بخونم. بله. دیوونه تویی توی بیابون تنها میمونه، دستای گرم و عاشق من. بله خوب بود؟ بله بله خوب. وقتی تو رو میبینم و پر میکشم تو دستای گرمت مثل قدیم و بچه میشم. یه لحظه وایسی، اینو همین معمولی بخونیدش، ملودیک نمیخواد بخونید، همین ارو بخونش. وقتی تو رو میبینم و پر میکشم تو دستای گرمت مثل قدیما بچه میشم، میخوام با تو باشم، تو دنیا جایی ندارم. خب به نظر میاد که انشاه بیشتر تا اینکه یک شعر باشه، سرود باشه. با کلی پولش رو گرفت فروش من. چه اصراری آخه اینا رو شما اینجوری ملودیک بخونید. باور کن انشاه بخونید این تأثیری بیشتری میذاره. حالا میل خودتون. به من چه اسخرمون داریم میکنید؟ نخیر نخیر. مسی نیومد؟ نه دیگه آقا نیومد دیگه. چند بار خبر میدم بیاد بهتون. بله میگن. وقتی تو رو میبینم و پر میکشم تو دستای گرمت مثل قدیما بچه میشم. خب اولا که کسی پر نمیکشه تو دستای کسی، متوجه هستی؟ بله. مثلا پرنده ها مثلا پر میکشن بیان تو دست کسی؟ اصلا پر میکشن که عقاب میاد میشینه اینجا، میشینه اینجا، قناری میشینه اینجا. نه ولی تو دست کسی، شما مثلا اون طرفی که دوستش دارین پر میکشین برین تو دستاش، مثلا دستای طرف چه اندازه ای داره یا بدن شما چقدره پر بکشین تو دستاش؟ قبول داری مضحکه دیگه؟ بده بده. طرف اینطور پر بکشه بره تو آغوشش. آقا اینا میخواستم بذارن آغوش، گفتن شما یه چیزی میگین. درست آغوشه. خب حالا مثل قدیما بچه میشه. حالا بخونید اینو. وقتی تو رو میبینم و هر میکشم تو آغوش گرمت مثل قدیما بچه میشم. خب پر میکشی کجا؟ آغوشش دی. خودتون گفتی تو آغوشش؟ من هرچی بگم شما میگی؟ آره شما میگی. این اصلا خودش یه دامه، من ببینم که شما تا چه حد خودت هوش داری رعایت میکنی. یعنی چی تو آغوشش پر میکشی؟ گرمم بود آغوشش. آره آره دیگه. شما این نگفتی الان. من بگم، من ممکنه یه چیز اشتباهی بگم، من ممکنه بخوام شما رو گول بزنم. من کجا بفهم شما اشتباه میگی کجا راست میگی؟ بنابراین شما آغوش حق نداری بگی، حق نداری بگی. من نگفتیم بخشنامه باشه. اومده بله بخشنامه اومده، ولی این بخشنامه ترویج بیناموسی که نمیکنه. او آغوش نمیگی. حالا که داری میگیم پر میکشم، این پر کشیدن چه مفهومی رو بزه متبادر میکنه؟ اتصالی کردی؟ با چی دون تموم شد؟ پرواز. چی؟ پرواز. که؟ چیو؟ اون این تقلب میرزونی. پرواز؟ پرواز. آفری مرسی. آفری مرسی. پرواز رویای قدیمی بشر بود. بنابراین پر میکشم. شما ما رسوندی؟ پر میکشم تو آسمون آبی. متوجه هستی؟ بشر از دیرباز آرزوش این بوده که پرواز بکن. داریم دیگه شخصیت هایی بودن که این رویا رو کم کم محقق کردن. عباس ابن فرناس. کی؟ عباس ابن فرناس. کیه این؟ این یه فردی بود، مسلمانی بود، از اهالی اندلس اسپانیا. یه وسیله رو ساخت که باش بتونه پرواز کنه. ببین تو تاریخ مطالعه بود. عباس ابن فرناس. اگه اونا برادران رایت دارن، اولویر رایت و ویلبر رایت، ما عباس ابن فرناس داریم. من آخرین خاطرم از پرواز برمیگرده به کاپیتان شهبازی. آه کاپیتان شهبازی معروف. بله بله. کاپیتان خوب. کاپیتان تراز ماست انصافا. دیدین چجوری تک چرخ زد با هواپیما؟
چرخ جلوش باز نمیشد، عقب و نشون تک چرخ، آروم آروم اومد پایین، همینجوری اومد اومد تا جلو هواپیما نشست رو زمین. هیچ خسارتی هم نخورد، یک کوچولو تو رفتگی اون جلو به وجود اومد، رفتن از کنار اتوبان سیاد یه صافکار آوردن، دو تا تق زد بدون رنگ براشون در آورد، 83,000 تومان توی مایه ها گرفت از فرودگاه صافن. جدی میگی؟ بله. واقعی اینه بله. پارسال هم ما یه کاری ازش خواستیم، هواپیما رو میدن صافکار درست میکنه. بله پارسال هم ما یه کاری از کاپیتان خواستیم، گفتیم یه اظهار نظر کارشناسی بکن توی ماجرای تو تلویزیون، انجام داد انصافاً، دمش گرم. ما هم از خجالتش در اومدیم، ولی تو توییتر تو این رسانه آمریکایی صهیونیستی یه خورده در حقش اجحاف کردن، نامردی کردن به نظر من. کاپیتان تراز ماست. چقدر اطلاعاتتون جامعه. بله بله. الان من چی بخونم؟ بگم عباس ابن فرناس؟ نه دیگه، اونو محض اطلاع خودتون گفتم. آه. من پر میکشم تو آسمون آبی. بخونید. من میکشم تو آسمون آبی؟ بله. واقعا؟ بله دیگه. بله. وقتی تو رو میبینم و پر میکشم تو آسمون آبی مثل قدیم و بچه میشم، میخوام با تو باشم، تو دنیا جایی ندارم به جز دل تو، اینو میگم. میگیم میخوام با تو باشم تو دنیا جایی ندارم. اگر واقعا میخوایم با او باشین، بعد چرا تا ایشون رفت دور افتادین به هر کی گفتین؟ آه شما هم یه آتا گرفتین از ما، ولمون نمیکنین عزیز من. ما یا قسم حضرت عباس رو باور کنیم یا دم خروس رو. اولش ایشون تا رفته شما دور افتادی به همه گفتین میتونی با من باشی، همه گفتن نه. بعد الان میگی میخوام با تو باشم، ها رفتین چرخاتون رو زدین، بعد به این نتیجه این که نتیجه نمیگیرین، گفتین میخوام با تو باشم. اینا رو جلو مسیح نگیم بابا، میره جلو مامان بابا میگه بد میشه. اصلاح کنید خودتونه، این روش روش خوبی نیست. بنابراین چون اولش اونجوری گفتین و گفتین من آقا اصلا حالا که تو نیستی اصلا به تو رفتی نداره، میخواستی نری از پیش من، دیگه تمومه، دیگه با ایشون حرف نزنید، دیگه ابراز محبت و این حرفا نکنید. خب جوابش هم ندارم. نه جوابش هم ندارم. بلاکش کنید. بلاک کنید مستقل، این خیالتون هم نیست، به کتفتون. قبله عالم، زنی روستایی رو ترجیح میدن به زنان بزرگزاده و اصیل. این دختر تجریشی رو کی لغمه گرفته برای قبله عالم؟ سلمان. شنیدم خلاف میل ما کارهایی میکنی. به چشم من کارزار این عشق کمتر از کارزار جنگ نیست. سرخی این خلعت علامت بین ماست. در اندرونی برخی از رجال کاغذ چرخیده که خون هر غیرتمندی رو به جوش میاره. من دیگه تمومه، دیگه با ایشون حرف نزنید، دیگه ابراز محبت و این حرفا نکنید. خب جوابش هم ندارم. نه جوابش هم ندارم. بلاکش کنید. بلاک کنید مستقل، این خیالتون هم نیست، به کتفتون. میگین که میخوام با تو باشم، به جاش بگید که میخوام ناتو باشم. ناتو چیه؟ ناتو آدم هفت خط، عوضی، پر رو، بددهن. من بگم اینا رو میخوام باشم؟ متاسفانه ناتو ها موفقن، یعنی یه طوری شده آدم هایی که شخصیت دارن، مؤدبن، سربزیرن، تواضع میکنن با آدم ها، مؤدب، اینا رو میزنن تو سرشون، حقشون رو ضایع میکنن. ای راست میگین شما. ولی آدمی که بددهنه، بیادبه، پر روه، حاضر جوابه، زیاد خواه، احترام میذارن بهش، همه حساب میبرن، کارش زود راه میفته. چرا اینجوری؟ الان شما کارت راه میفته دیگه. چی گفتی؟ بگم الان شما کارتون را میندازین، آدم موفقی هستین، کارتون پیش میره. من چون آدم مؤدب، متواضع، افتاده، مهربان، صبور و حلیمی هستم، متاسفانه در جا دارم میزنم. من الان وضع زندگیم باید این میبود؟ نه. میدونی ماشین من میدونی چیه؟ نه. میدونی کجا دارم زندگی میکنم؟ باورت نمیشه بهت بگم. چرا؟ چون نجیبم. میخواستم هفت خط باشم، الان وضع زندگیم از این رو به اون رو شده. کارم شد اینجا بشینم با امثال شما سر و کله بزنم. بعده مگه آقا توهین میکنم؟ همکارای من میلیاردی دارن در میارم، برج میسازم، پول رو پول میزنم، من بدبخت تو این کاغذ دارم مثلا کلمه اصلاح میکنم.
حرف زیاد دارم برای گفتم. دلتون پره. بنابراین بگید میخوام ناتو باشم. الان قصه داری میخوای نخونه؟ بذار کنار آن اخی. به کارمون برسیم. میخوام ناتو باشم. وجدان کاریتون رو من دوست دارم. بله. امیدوارم الگو قرار بدید. میخوام ناتو باشم. تو دنیا جایی ندارم. تو خوبا جایی ندارم. تو خوبا. حالا که ناتو هم دیگه تو خوبا من جایی ندارم. خسته شده طرف دیگه. از این همه ادب و سربزیری و با شخصیت من دیدی به نتیجه نمیرسه دیگه. تصمیم گرفته که از این به بعد یه جور دیگه رفتار میکنه. درست میگین. بله. میخوام ناتو باشم. تو خوبا جایی ندارم. به جز دل تو اینو میگم. آره همینو بخونید. همینو بخونید. میخوام ناتو باشم تو خوبا جایی ندارم به جز دل تو اینو میگم. خوب بود استاد؟ بله. میدین چی میخوام بگم؟ چی میخوام؟ الان میخوام مسی نیمد آقا وابده دیگه آقا این بعدش باید مسی بخونه سپردم اصلا مسی رو راش ندن از دره داره بیاد نکنیم بابا بچه بخون تو میتونی بمونی میتونی بسازی من اونجوری که همه حسودم بشن آدمای این شهر قول بده بمونی قلبمو بسازش فقط تو میتونی منو آروم کنی نرو از دیگه اینقدر خیلی خوب خیلی خوب یه بار دیگه باید بخونم باشه بذار اصلاحش بکنیم دو بار بخون سه بار بخون هزار بار بخون تو میتونی بمونی میتونی بسازی آقا نه دیگه تکلیفمون رو روشن کردیم گذاشته رفته اصرار نکنید بهش تو میتونی بمونی منو بسازی مهربون با اینا رو ول کنید تو میتونی بمونی میتونی نمونی اختیار با خودت آه میخوای بمونی میخوای نمونی این جمله هر جور راحتی اغلب تو روابط زوجین یه زهر خاصی داره یه کارکرد تخریبی ویژه داره هر جور راحتی شما مشاور ازدواج هم هستین؟ من معلم تاریخ مدنی بودم. اطلاعاتی دارم در این زمینه ولی ادعا ندارم. کسی میخواد نتیجه بگیره باید به متخصصش رجوع بکنه. مشاور خوب سراغ دارین؟ بله، یه مشاور سراغ عالی درجه یک. چی؟ آقا شهاب. کدوم آقا شهاب؟ آقا شهاب. آقا شهاب مرادی. آقا شهاب مرادی. ها ها ها. عالیه ایشون. کلاسی دارن نام مجردها. مجرد ها میرن، متأهل ها میرن، مطلقه ها میرن، پسران ابدی میرن، دختران ابدی میرن، مذهبی ها میرن، غیر مذهبی ها، همه جور آدمی میاد اونجا میشینه گوش میده. ماشاءالله. از روحانیون تراز ماست واقعا. با جذبه، جوون پسند، نفوذ کلام. آشنا داریم من برم پیشش؟ نه اصلا اهل آشنا بازی این حرفا نیستم. همین برین خودتون شرکت کنید تو کلاس و از حرفاشون استفاده بکنید. بله. چه بامزه؟ بله. بنابراین برام بگم از طرف شما اومدم؟ بله، بگید، بگید. بنابراین تو میتونی بمونی، میتونی بسازی، بگین تو میتونی بمونی، میتونی نمونی. بله. میخوای بمون، میخوای. بله. در ادامه میگه من اونجوری که همه حسودم بشن آدمای این شهر. زیباترش سعدی گفته. رشکم از پیرهن آید که در آغوش تو خسبت. یا از این از سعدی کاملتر آقای فاضل نظری. شاعر تراز ما گفته عجب. چی گفته؟ گفته که ای سی به سرخ چرخ زنان در مسیر رود یک شهر تا به من برسی عاشقت شده است باریکلا فاضل واقعا عالی گفت بریم بدیم فاضل چهر بگی برام بله بگید بگید بهش میگه؟ نمیدون. بگم از طرف شما اومده بگید بگید ببینید میگه یا نمیگه باش بنابراین تو میتونی بمونی میتونی نمونی آخه تصمیم نهایی با خودت اینو بگید بله دیگه میخوای بمون میخوای نمون به جای آدم های این شهر هم هر جور که راحتی همون چیزی که اول بود هر جور که راحتی هر جور راحتی آره بابا اصلا بله. چه وضعش اصلا تعارف نداری حق با شماست آره. مرسی که من چقدر خوب شد من اومدم حیف آره. مسیح نرسیده هنوز واقعا که... محضر من بسیار چیز قابل استفاده ای حالا قول بده بمونی قلبمو بسازش نه دیگه با اون آدم دیگه کاری نشوش قول بده به خودت من به خودم قول بده. قول بده به خودت روح تو بسازی. روح و روانت کار کنی. آره واقعا فردا باید تلاش کنی. صبح زود بلند شی یه ذره. عبادت بکنی. نظم بدی به کارات. متوجه؟ سیگار نکشی. شب به موقع بخوابی. مجبوری نمیشه روحت کار کردن. فقط تو میتونی منو آروم کنی
نرو بس دیگه این قهر. فقط تو میتونی منو آروم کنی خدای خوب و بزرگم. فقط تو میتونی خدای بزرگ منو آروم. علا به ذکر الله تطمئن القلوب. آگاه باشید که تنها با یاد خداست که دلها آرام میگیرند. اینجور چیز چقدر شما چیز میدونید. بله. شما همدرس بودیم با آقا شهاب؟ بله. هم مباحثه بودیم. هم لباس هم هستی؟ هم لباس سابق من دیگه. من الان دیگه در اون کسوت نیستم. چقدر میدونین شما؟ بله. تا کیف میکنم من. من اونقدر میدونم که تازه دونستم هیچ نمیدونم. عجب تواضعی با من. بله. خدا حفظتون کن. بفهمید بخورید. این از اول اونجور که شما گفتید. بله بفهمید. تو میتونی بمونی میتونی نمونی آخه تصمیم نهایی با خودت هر جو که راحتی قول بده به خودت روحتو بسازی فقط تو میتونی منو آروم کنی خدای خوب و بزرگم. آفرین. استاد مسی نیمه این همه علاقه به برادر خوبه واقعا. ننجش بعد اون بخونه من بلد نیستم خیلی. حالا شما سعی کن تقلید کنید دیگه. حالا ببینیم چی میشه. بفهم. بس صدای مسی خود فرق میکنه با صدای بله. منو. بله. اب نداره. نه من مشکلی نیست. بفهم. پیش من تو بمون اپا به پام تو بیاب زهرچی میگم بگن نمیدونن اونا که من عاشق شدم بیخوام. این چیه؟ مسی این اینا بالا چیه؟ پوزشه دیگه. پیش من تو بمون. شما خودت نظرت چیه؟ دوست داری؟ به نظرت تو کار خوبی میکنم؟ تو کار داداشم دخالت نمی کنم دیگه. من هم دخالت نمی کنم ولی به نظرم خوب نیست این صدای اضافی داره. مثل بچه خوب بخون دیگه چه کاری. حالا چون نصیح نیست بذارین. حالا پیش من باز چون دنباله همون بحث ابتداییه که طرف گذاشته رفته شما ای دارین راجبش حرف میزنین بیا بمون بساز خب میخوایم اصلاحش کنیم دیگه. خب بله. برای پیش من تو بمون بگو پیش ما تو بیا. پیش ما بیا. من میگم پیش ما بیا قدیمم زیاد میگم پیش ما بیا. خیلی وقت کسی نگفته. وقتشه که دوباره یکی بگه. شما اون آدمی باش که میگه به برادرت بگو اون آدمه باشه. بگم پیش ما بیا. پیش ما تو بیا. اینجوری. به دوستانتون داریم. پیش ما بیا. استاد به گربه گفتن کلاس چندمی گفت پیش دانشگاهی. چقدر جالب. برامر پیش ما تو بیا. پا به پام تو بیا بگو پا به پام تو برو. خب یه خرق عادتی بکنید. همیشه میگم پا به پام بیا. شما بگو پا به پام تو برو. این نوآوری باشه. یه خلاقیتیه. نگاه جدیدی متوجه این؟ استاد پا به پام تو یعنی پای من بله. اینم پای بله بله الان این دوتا پای چپه بله خب متوجه شد. بعد چجوری پا به پام تو بیا پا به پام تو برو چجوری پا به پام بره؟ یه تناقضی هست توش دیگه. مثل همون پشت هیچستان. هیچستان مگه جایی که پشت داشته باشه؟ نیکی گفته؟ سهراب گفته. ها خوب شد گفتی. بخواستم میام مزخرفات چیه؟ بنابراین پا به پام تو برو بذار هرچی میگم بگن نمیدونن اونا که من عاشق شدم. به جاش بگین که من رفتم قاطی مرغا. چی؟ قاطی مرغا یعنی من ازدواج کردم. بگم قاطی مرغا من تتلو هم این حرف رو بزنم. نه میگن دیگه در فرهنگ عامه هست آقا فلانی هم رفت قاطی مرغا. نه نمیگم اینا. من شما که اینا رو قراره مسیح بخونه دیگه. مسی خب نمیگه اینا. مسی گفته من ازدواجی نیستم. حالا داره میخونه دیگه. حالا الزاما قرار نیست عمل بکنه که. آره. بابا زشته من بگم. یعنی میگه که میبینن که من دارم با اون میرم پا به پاش میرم میام با هم هستیم. ممکنه یه چیزایی بگن یه شایعه‌ای درست کنن. مهم نیست چون نمیدونن اونا که من رفتم قاطی مرغا که من ازدواج کردم. متوجه هستی؟ بابا خب بگم من متعهل شدم. خب چرا بگم قاطی مرغا؟ حالا اینجوری با گفتیم بامزه باشه. انشالله یه کارت دعوت میدین یه ولیمه میدین همه میان متوجه میشن که شما ازدواج کرد. با ما دارین تفریح میکنی؟ داریم کارمون رو انجام میدیم. پیش ما تو بیا پا به پام تو برو بذار هرچی میگم بگن نمیدونن اونا که من رفتم قاطی مرغا.
میخوام نه تو باشم، تو خوبا جایی ندارم به جز دل تو، اینو میگم. تو میتونی بمونی، میتونی نمونی، آخه تصمیم نهایی با خودت، هر جو که راحتی قول بده به خودت، روحتو بسازی، فقط تو میتونی منو آروم کنی، خدای خوبا بزرگم. آفرین. مسیح اندکی میخونه، بیشترشو شما میخونی، درست میگم؟ دعوان اندازیم بین ما، سهم شما بیشتره تو این برنامه. آیا یک کار من بیشتر میخوام؟ دفعه بعد حتما به مسیح بگین صبح به موقع بلند شه با هم دوتایی بیاین اینجا. بله چشمش باشه. بسیار خوب، مجوزتون صادر شد دیگه، میتونید اجرا بکنید. بس شما درد نکنید، سلامت باشه. بلدی برگردی خونه؟ خداحافظ. خداحافظ. صدا رفت، دوربین رفت، تو که نیستی پیشم، آرش و مسیح، برداشت اول. 3 2 1. تو که نیستی پیشم، هرچی میگم به هرچی میگم که با من بمونه میذاره میره از چیه؟ استاد به گربه گفتن کلاس چندمی، گفت پیش دانشگاهی. چقدر چقدر روز خواهنده های هستین که از انعطافتون خوشم اومد. خواهش کنم، نه اصلا من فرقی نداره چی میخونم، مهم اینه که مردم